آقای امینی، 3 روز پیش بود که خبر درگذشت آقای ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران رو شنیدیم در ترکیه. دلیلش حالا شما خواهید گفت چرا در ترکیه. ایشان جانشین مهندس مهدی بازرگان بود و یکی از معماران انقلاب اسلامی. وقتی به ریاست یعنی دبیرکلی نهضت آزادی ایران انتخاب شد، من به دامادشون گفتم یکی از بدترین انتخاب ها بود. اینو شما در برنامه رادیویی گفتی؟ بله بله، در و یکی از معماران انقلاب اسلامی رو آورده بودن در رأس چنین سازمانی گذاشته بودن. بله. آقای ابراهیم یزدی سپس از چشم رهبران حکومتی، رهبران حکومتی که خود او بنای آن رو گذاشته بود، افتاد و بعد از چند سال درگیری با سرطان در ترکیه درگذشت. آقای امینی، شما با ایشون آشنایی داشتید؟ میدونم که پدرتون با ایشون آشنایی داشتن. آشنایی من با آقای ابراهیم یزدی از راه برادر ایشون بود. من خردسال بودم و پزشک یا دندان پزشک خانوادگی ما آقای اسماعیل یزدی بود که یکی از پیش درآمدان کار دندان پزشکی در ایران، پیشگامان این کار به شمار می آمد و گویا جراحی فک و جراحی دندان رو هم به شکل ویژه‌ای در ایران پایه گذارده بود. من آقای ابراهیم یزدی نمیشناختم. البته پدرم به دلیل رابطه‌ای که در جبهه ملی و نهضت آزادی و کوشندگان اون زمان وجود می‌داشت، آقای ابراهیم یزدی رو میشناخت. ولی من آقای اسماعیل یزدی رو میشناختم. تا اونجایی که به یادم هست، اصلا چهره ایشون هم خوب یادم هست. در اون هنگام هم همسر آمریکایی داشتن، البته از این همسر جدا شدن، ماجراهایی است. ولی تا اونجایی که بعدها شنیدم، آقای ابراهیم یزدی من رو میشناخت به این معنا که در دوران پس از 28 مرداد، سالها پس از 28 مرداد که رفته رفته گروه هواداران مصدق، همه این جریان های هوادار مصدق، جبهه ملی، اونهایی که بعدها نهضت آزادی شدند و غیره، گرد هم می آمدند، یک برنامه داشتند به نام نشست های پنجشنبه شب ها که این در خانه ما برگزار می شد و من هم در خردسالی خب شاید چای می بردم و شیرینی و غیره برای این جمع و گویا آقای ابراهیم یزدی هم در این جمع بودن. چون این رو یک بار به روی من آوردند، من در سالهای دانشجویی که در خارج از ایران بودم، در اون هنگام در هیوستون زندگی می کردم، پیشان هم در یه بیمارستانی در هیوستون کار می کردن، ما با هم مناظره داشتیم. من به عنوان نماینده یک انجمن دانشجویی، خیلی هم جوان بودم. شما ایشون رو میشناختید؟ بله، 22 سالم بیشتر نبود. ایشان هم به عنوان رهبر انجمنهای اسلامی یک مناظری خیلی جدی و درگیری لفظی خیلی شدیدی با هم داشتیم که چند ساعت هم به درازا کشید. ولی دیگر ایشان رو ندیدم و ایشان هم چندان علاقمند به دیدن من نبود و بنده هم هیچ مسیر مشترکی با ایشان نداشتم و اون درگیری مناظره هم بر سر برداشت‌های ایشان از قرآن و اسلام و مسائلی از این دست بود و نقد من در اون هنگام در جوانی از یک دیدگاه به هر حال چپ به این نوع مسائل. و این است که من آشنایی شخصی با ایشون ندارم، ولی میدونم که بر روی با پدر من آشنا بودند و چندین بار هم پیش از این مناظره به دیدن پدر من در واشنگتن آمده بودند. در اون هنگام پدرم در واشنگتن زندگی میکرد. ولی بیش از این از ماجرای رفتار شخصی ایشون آگاهی چندانی ندارم. البته به داوری من بهتر است ما به این برنامه در یک جای ویژه‌ای بپردازیم و برنامه امروز رو به این اختصاص ندیم، چون میتواند رشته درازی باشد. بله، تاریخچه نهضت رو بررسی بفرمایید هفته آینده و نقش نهضتی‌ها رو در بنای جمهوری اسلامی.
فکر می کنم بسیار بسیار فکر خوبی است که ما هفته آینده رو به نقش نهضت آزادی، آقای مهندس بازرگان و آقای یزدی در بررسی اون دوران بپردازیم، چون بر روی شخصیت سرشناسی به ویژه در اون پیکره هایی که در روزنامه ها چاپ می شود، در برخورد با نصیری، با هویدا و دیگران، اینها رو مورد بررسی قرار بدیم با کمال میل. خب همینان گرامی، اگر موافق باشید برویم به موضوع برگزیده این برنامه که بازبینی زمینه های اشغال ایران از بامداد سوم شهریور 1320 است. آقای امینی عزیز بفرمایید که در این زمینه چه سخن یا چه بررسی تازه ای از لحاظ تاریخی و اسناد برای ما دارید. جناب مهری، بررسی من در این زمینه بر پایه اسناد تازه یافته ای نیست، ولی اسناد تازه خوانده شده است. در بیشتر بررسی های تاریخی در مورد دوران پیش از شهریور 20 و سپس اشغال ایران در شهریور 20، اسناد زمینه های دخالت متفقین در ایران بر پایه آن چیزی است که وزارت امور خارجه ایالات ببخشید وزارت خارجه بریتانیا در دست ما قرار داده و همچنین داوری ها و بررسی های ایرانیان بر پایه اسناد داخلی ایران. چیزی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته آرشیو اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکاست. اینها در دسترس بوده ولی کمتر پژوهشگران ایرانی به بررسی اونها پرداختن. این بررسی های تاریخی نشان میدهد که ما با یک پدیده کاملا متفاوتی از آنچه که مورد پذیرش قرار گرفته، یعنی اینکه دولت رضا شاه تمایل به آلمان ها پیدا کرده بود و انگلیسی ها و شوروی ها به دلیل تمایل رضا شاه به سوی بریتانیا ببخشید به سوی آلمان به ایران لشکر کشیدند، ما رو کاملا آشنا میکنه با راستی های تاریخ که این داستان که البته دیگران هم در این باره نوشتن درست نیست و این دستمایه دستگاه تبلیغاتی بریتانیا بوده که گویا دولت رضا شاه یک سر به سوی آلمان ها رفته و شواهد تاریخی رو نشان نمیدهد و بررسی اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا نشان میدهد که ایران در جستجوی یار سومی بوده و این یار سوم ضرورتاً آلمان نبوده. یار سوم به معنای دو دولت بزرگی که در ایران نفوذ داشتند، دولت شوروی و دولت بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا یکی از این هدفها بوده که یار سوم ایران بشود و از این لحاظ این اسناد بسیار بسیار گوینده و روشنگر هستش. آقای امینی، این کوشش رضا شاه برای نزدیکی با ایالات متحده آمریکا و کنارگیری از بریتانیا در چه زمینه‌هایی به گونه‌ای مستند در تاریخ آمده؟ ببینید، در این جای گفتگو نیست که از میانه دوره پادشاهی رضا شاه نفوذ آلمان، نفوذ بازرگانی آلمان در ایران افزایش یافت. پیش از 1309-1310 همکار بازرگانی ایران، یار بازرگانی ایران اساساً دولت شوروی بود و دولت بریتانیا نقش دوم رو داشت. رفته رفته روابط بازرگانی ایران با آلمان ها افزایش پیدا کرد تا جایی که در اجازه زمانمون هم خدمتتون بگم بر پایه اسنادی که امروز در دست ماست، در سال هزار و یعنی در آستانه اشغال ایران، در آستانه آغاز اشغال ایران، میزان معاملات بازرگانی آلمان با ایران نزدیک به 49% کل بازرگانی خارجی ایران بود. یعنی نیمی از بازرگانی خارجی ایران رو آلمان ها در دست داشتن، در حالی که در سال 1310 میانه پادشاهی
رضا شاه این رقم حدود 7%، یعنی در این فاصله 10 ساله از 7% معاملات بازرگانی، مجموع معاملات بازرگانی، نقش آلمان ها به نیمی از معاملات بازرگانی ایران رسیده و بنابراین آشکار بود که آلمانی ها در سپهر اقتصاد ایران نفوذ بسیار زیادی داشتند در اون هنگام. اما در همون زمان ما شاهد این هستیم که از نزدیک به سال 1314 به این سوی، به ویژه از میانه سال 1315، یک کوشش آشکار و هوشیاری از سوی دولت ایران آغاز می شود برای درگیر کردن ایالات متحده آمریکا در اقتصاد ایران. در اون هنگام ایالات متحده آمریکا در اقتصاد ایران نقش بسیار ناچیزی داشته. در سپهر سیاست خارجی هم دولت ایالات متحده آمریکا در اون هنگام هنوز پیرو نظریه مونرو بوده که نباید در سیاست خارجی در امور کشورهای دیگر دخالت بکند و نقشی در اروپا و کشورهای دیگر داشته باشد. مونرو کی بوده؟ بله، مونرو یکی از رئیس جمهورهای آغاز سده 20 آمریکاست. این نظریه مونرو معروف شد. ولی در سال 1315 در بهمن 1000 در 15 بهمن 1315 که برابر است با 4 فوریه 1937 یک پیمانی در مجلس تصویب شد. من 6 ماه بوده. بله؟ اون موقع من 6 ماه بوده. 6 ماهتون بوده. بله بله. پس بیاد ندارید. بله. یک در مجلس پیمانی تصویب شد که این پیمان امتیازی بود که ایران به چند شرکت نفتی ایالات متحده آمریکا داده بود و این پیمان در واقع معروف است به امتیاز استخراج نفت شمال و شرق ایران به یک شرکت نفتی آمریکایی به نام نفت امرینان امیرانین، یعنی امریکا ایرانی، یه شرکت درست کرده بودن. این شرکت چندین کمپانی آمریکایی درش درگیر بود. این یک شعبه یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی بود و چند شرکت نفتی دیگر هم در این کمپانی در این معامله شرکت داشتند. اینها مجلس شورای ملی این رو تصویب کرد. ولی بلافاصله اتحاد جماهیر شوروی بر پایه پیمان 1921، پیمان دوستی ایران و شوروی، با این پیمان مخالفت کرد و این امتیاز هیچگاه انجام نشد. گواهی بر این است که در این دوران ایران در جستجوی گزینه سوم هست، به این معنا که در این خاطره مشترک تاریخی ایرانیان که رضا شاه هم از اون به دور نبود و پیرامونیان رضا شاه هم به هر روی با این خاطره تاریخی بار آمده بودند، ایران در درازای تاریخ 150 سال پیش از اون همواره در زیر یک منگنه فشار سیاسی دولت روسیه پیشتر و اینک شوروی و دولت بریتانیا زندگی می کرد و این دو دولت همواره در بازی سیاست در ایران بودند. اگرچه در انقلاب اکتبر این فشار به گونه دیگری تغییر پیدا کرد، ولی دولت شوروی در سپهر سیاست ایران به عنوان کشوری که بیشترین مرز رو با ایران داشت همواره شرکت داشت. نفت جنوب هم که در دست دولت بریتانیا، شرکت نفت ایران انگلیس بود و این دو دولت، دولت شوروی و دولت بریتانیا، در سپهر سیاست ایران با یکدیگر رقابت می‌کردند و به راستی میتوان گفت در حافظه مشترک مردم ایران و سیاستمداران ایران همواره در سودایی بودند که یک گزینه سومی رو بیابند. در جنگ جهانی اول رفتن به سوی عثمانی و به ویژه آلمان، آلمان پیش از دوره هیتلری، و حتی معروف شد که قیصر آلمان حاجی شده، مسلمان شده، مکه رفته و یک نوع اقبالی در میان مسلمانان به سوی او به ویژه ایرانیان به وجود آمد. در دوره پیش از جنگ جهانی دوم هم هنگامی که کارزارهای سیاسی و درگیری در اروپا بالا گرفته بود و حزب نازی در آلمان به قدرت رسیده بود، ایرانی ها و به ویژه دولت و شخص رضا شاه در سودای نزدیکی با یک دولت سومی بودند و این بخشی است که تا حدود زیادی
پرده پوشی شده. یعنی تصور این است که رضا شاه از آغاز به دنبال نزدیکی با آلمان بوده و شواهد این رو نشان نمیدهد. شواهد نشان میدهد که کارگزاران بلندپایه دولت ایران با پروانه رضا شاه در سودای نزدیکی با ایالات متحده آمریکا بودند و تنها پس از شکست این پروژه در آغاز کار است که اندکی متمایل به گزینه آلمان شدند که آلمان رو به عنوان نیروی در واقع برابر با نفوذ شوروی و بریتانیا بیابند و اون هم تازه کار نکرده و نشان میدهد که باز دوباره مسئله نفت در ایران سر بلند کرده پیش از اشغال ایران و همچنین در زمینهای دیگری باز هم مسئله در زمینه از جمله خرید جنگ افزار از ایالات متحده آمریکا، ایران سخت در سودای نزدیکی با ایالات متحده آمریکا بوده. آقای امینی، اشاره فرمودید که دولت رضا شاه پیگیری و سرسختی بسیار داشته برای خرید جنگ افزار و گرفتن وام از ایالات متحده آمریکا و ممکنه اسناد مربوط به این موضوع ها رو برای هممیهنان ما بازبینی کنید و ضمناً بفرمایید که انگیزه این کوشش دولت رضا شاه در نهایت چه بوده و سرنوشت این به حال کوشش ها به کجا کشیده؟ ببینید جناب مولوی، برای که این رو توضیح بدم و بیپایگی این افسانه رو که انگیزه اشغال ایران به دلیل این بوده که دولت رضا شاه جانب آلمان ها رو گرفته بوده یا آلمان ها شمارشون در ایران بسیار زیاد شده بوده، اجازه بدید که اندکی گاه شمار تاریخ رو برای هممیهنان در اون دوره بیان بکنم. روز نهم شهریور 1318، یعنی نزدیک به 2 سال پیش از اشغال ایران، آدولف هیتلر در مجلس ملی آلمان یک سخنرانی بسیار مهم می کرد به عنوان اینکه آلمان دارای حق ویژه برای اشغال لهستان است و چند روز پس از اون هم دولت آلمان به لهستان لشکر کشید و این آغاز جنگ جهانی دوم بود. بنابراین آغاز جنگ جهانی دوم 2 سال پیش از آغاز اشغال ایران است. درست 2 روز پس از اعلام بس این سخنرانی هیتلر، دولت ایران اعلام بیطرفی کرد. یعنی دولت ایران در اون هنگام رسما اعلام بیطرفی کرد. در 27 شهریور ماه همون سال مجلس 11 در ایران به پایان رسید. و جالب اینجاست که دولت شوروی درست در همون ماه شهریور 1318، 2 سال پیش از آغاز جنگ، چون میدانید که وقتی جنگ آغاز شد معلوم نبود همبازی های آلمان در این جنگ چه کسانی خواهند بود، دولت بریتانیا تشویق میکرد دولت آلمان رو که به سوی شرق برود و دولت استالین کوشش میکرد آلمان رو که به سوی غرب برود. دولت آلمان و شوروی پیمانی رو امضا کردند که بر پایه این امضا جنگ آغاز شده بود، ولی بر پایه این امضا دولت شوروی پذیرفت که همه صادرات آلمان به ایران، چون راه‌های دریایی رو دیگران بودند که گرفتاری ایجاد بشود، همه صادرات آلمان به ایران و واردات آلمان از ایران از راه شوروی صورت بگیره. بنابراین بازی سیاست رو نگاه کنید که پیش از اینکه آلمان به سوی شوروی لشکر بکشه، دولت شوروی وارد همکاری با آلمان شده که 50% بازرگانی ایران که در اون هنگام با آلمان بود از راه شوروی وارد ایران بشود. در این حال در همون زمان دولت بریتانیا درگیری های جدی با خود شوروی دارد و هم با آلمان. یعنی هنوز دستبندی متفقین و محور روشن نیست. این دستبندی ها در 6 ماه آینده پس از آغاز جنگ تقریبا روشن می شود. حتی در اون هنگام دولت بریتانیا بران شد که 3 هنگ نظامی از هند به سوی بصره و خوزستان بفرسته برای پاسداری از منافع نفتی که در اونجا داشت. خرداد ماه 1319 هستش که ارتش آلمان وارد پاریس شد. بنابراین ما این دوره رو در واقع بررسی می‌کنیم.
و جالب اینجاست که هنگامی که پاریس از سوی آلمان فتح شد، دولت رضا شاه در کابینه، یعنی شخص رضا شاه در کابینه، دغدغه این رو داشت که آگاه بشود که در این جنگ جهانی که حالا دیگر دستبندی شده، یعنی در این دستبندی ها روشن است که بریتانیا و شوروی در یک سوی ایستادن، جبهه متفقین رو تشکیل میدهند و قوای آلمان و ایتالیا و ژاپن در سوی دیگر ایستادن، کدام یک پیروز خواهد شد. و بر پایه ارزیابی که آقای متین دفتری که در اون هنگام 44 سال بیشتر نمی داشت به کابینه ارائه داد، جوانترین نخست وزیر پس از جنگ جهان، پس از مشروطه شد، یعنی در تیر ماه 1319 نزدیک به 15 روز پس از ورود نیروهای آلمان به پاریس، متین دفتری که یک نوع سمپاتی های هم به سوی آلمان ها در اون هنگام داشت، البته میدانم که هدایت الله از من بسیار بسیار ناراحت خواهند شد از اینکه من این رو میگم، ولی واقعیت این است که متین دفتری به دلیل سمپاتی هایی که نسبت به آلمان ها داشت یا ارزیابی که از پیروزی آلمان ها داشت، نخست وزیر شد. و جالب اینجاست که کمتر از یک سال پس از اون هم میبخشید، این متین دفتری خیلی پیش از اون، نه متین دفتری در آبان ماه 1318 نخست وزیر شد، پیش از پیروزی ورود آلمان ها، و در خرداد در تیر ماه سال 1319 از نخست وزیری به زندان روانه شد، علی منصور نخست وزیر شد. چرا مغزوب شد؟ ما در یک دورانی زندگی میکنیم که در میان، ببخشید آقای امینی عزیز، بله پرسیدم چرا مغزوب شد؟ برخی میگویند به دلیل اینکه روشن شد که ارزیابی او از پیروزی های آلمان درست نبوده، ولی دیگران ارزیابی های دیگری رو دارند و شاید هم تا حدودی متین دفتری اندکی مستقل در پاره زمین ها فکر میکرد و شاید تنها نخست وزیر دوران رضا شاه بود که یک سر از کاخ نخست وزیری او رو به زندان بردن، و علی منصور که منصور الملک نام داشت، منصور لقب داشت، او پدر حسن علی منصور، او نخست وزیر شد. در همین دوران هم مصدق بازداشت شد و به بیرجند روانه شد. ولی تمام این مسائل نشان می‌دهد که در این دوران آغاز جنگ، در دو سال آغاز جنگ، دولت ایران با یک بحران سیاسی روبروست که نمی‌داند سفارایی با کدام نیرو بکند. در میان منگنه شوروی ها در شمال که بیشترین مرز رو با ایران دارند و دولت بریتانیا که در جنوب ایران نیروی نظامی داره و نفت ایران رو کنترل میکنه، گرفتار بود. و دولت رضا شاه، واقعیت این است که اگر بخواهیم با انصاف داوری کنیم، دولت رضا شاه میان نزدیکی با آلمان و آمریکا سرگردان بود و نمیدانست با کدام یک از این نیروی سوم متحد بشود. روشن بود که با بریتانیا نمیخواهد همسو باشد، زیرا یک نوع واکنش آشکاری نسبت به بریتانیا و دخالت‌های بریتانیا در امور داخلی ایران و به ویژه تحمیلی که در جریان پیمان 1933 به رضا شاه کرده بودند، نیروی جنگی به جنوب ایران آوردند و قرارداد و پیمان 1933 رو تحمیل کردند و با شوروی وجود می‌داشت که خودش رو دارای امتیاز برای دخالت در ایران بر پایه پیمان 1921، نامش پیمان دوستی بود ولی به هر روی امتیاز ویژه‌ای به شوروی ها در ایران میداد، رضا شاه خودش رو گرفتار میان این دو قدرت میدید. در این دوره است که یک روابط ویژه‌ای با ایالات متحده آمریکا آغاز می شود. ما چون فرمودید سند، ما از این دوران در آرشیو وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 27 سند داریم، 27 گزارش، چه از سفارت آمریکا در ایران از سوی وزیر مختار و چه از در درون وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در مورد گفتگوهایی که ایران نخست برای گرفتن یک وام با آمریکا آغاز کرده. بیشتر این گفتگوها هم دال بر این است که هنگامی که شایسته وزیر دارایی به ایالات متحده آمریکا رفته، با درخواست 100 میلیون دلار وام، تا حدودی
در این نوشته های درونی ایالات متحده آمریکا این رو به شوخی گرفتن که چگونه دولت ایران به یک باره برای گرفتن 100 تا 150 میلیون دلار وام از دولت ایالات متحده آمریکا اقدام کرده. بهانه گرفتن وام هم برای این بود که ایران جنگ افزار نظامی از ایالات متحده آمریکا خریداری کنه و به ویژه هواپیما. در اون هنگام فردی به نام سرگرد شالچی سرپرست بخش رایزنی پورشالچی نیروی... بله فرمودیم پورشالچی نه شالچی شالچی من اسم کوچک ایشان رو نمیدانم، شاید هم میهنانی از پیشینه ایشان آگاه باشند. ایشون سرگرد نیروی هوایی بودند و رایزن نیروی هوایی ایران در سفارت ایران در ایالات متحده آمریکا. دیدارهای بسیاری، دست کم 11 دیدار ایشان با بلندپایگان وزارت امور خارجه آمریکا، بانک واردات و صادرات ایالات متحده آمریکا داشتند برای اینکه وامی نخست 100 میلیون دلار، سپس این وام را آوردن پایین 10 میلیون دلار برای خرید نزدیک به 70 هواپیما، هواپیمای شکاری و بمب افکن از ایالات متحده آمریکا. در یکی از این گفتگوها خیلی جالب است که شالچی و یک نماینده دیگر از سوی ایران به دولت آمریکا گزارش میدهند که اونها میخواهند دست انگلیسی ها رو از صنعت هواپیمای ایران کوتاه بکنند و پای آمریکا رو به صنعت هواپیمای ایران باز کنند. در یکی از این پیام ها گزارش داده میشود که شخص رضا شاه تایید کرده که به رئیس جمهور آمریکا بگویید که من خواهان روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا هستم و روابط نزدیک با ایالات متحده آمریکا رو بر روابط با کشورهای دیگر، منظور آلمان، شوروی و بریتانیا است، ترجیح میدم. شگفت‌انگیز این است که در اون هنگام درایتی در میان سیاستمداران آمریکا نبوده که از این فرصت تاریخی بهره بگیرند و جدی نمیگیرند این درخواستای دولت ایران رو. و سرانجام هم بنا به سفارشی که یکی از بلندپایگان وزارت امور خارجه، کارشناس این زمینه بوده، به این وزارت میدهد، همه درخواستای ایران رو رد میکنند. و این سفارش بر پایه دو موضوع است. نخست اینکه دولت شوروی دارای یک قرارداد تاریخی با ایران است و هر گونه دخالت ایالات متحده آمریکا در ایران میتواند موجب برداشت نادرستی از طرف شوروی ها بشود. توجه کنید که آمریکا هنوز وارد جنگ نشده و هنوز یک طرف دعوای جنگی نیست. دو، دیگر اینکه اشاره میکنند که اگر ما این جنگ افزارها را هم به ایران بفروشیم، این جنگ افزارها در برابر ارتش نیرومند شوروی توان مقاومت نخواهند داشت. همه شواهد از این انبوه اسناد، دست کم شاید افسون بر اسناد وزارت امور خارجه، اسناد دیگر، نزدیک به 30 سند گواه بر این است که دغدغه اصلی دولت رضا شاه در اون هنگام دخالت نظامی اتحاد جماهیر شوروی است و این جنگ افسار رو هم برای مقاومت در برابر شوروی میخواهد خریداری کنه و در این حال علاقمند به این است که آمریکایی ها رو، پای آمریکایی ها رو به ایران باز بکنه. بانک صادرات وادرات آمریکا، اکسپورت ایمپورت آمریکا و وزارت امور خارجه و وزارت جنگ آمریکا، وزارت دفاع آمریکا رو، راه رو به ایران باز بکنه. در این گفتگوها حتی نخجوان که در اون هنگام کفیل وزارت جنگ بوده دخالت داشته. یعنی تنها یک نفر مانند شالچی یا شایسته نیستند که در این گفتگوها درگیر هستند، بلکه نخست وزیر و به ویژه نخجوان در این گفتگوها شرکت دارند و آگاه هستند و خود رضا شاه هم از این گفتگوها آگاه هست و تایید میکنه. این کوشش بسیار جدی برای نزدیکی با ایالات متحده آمریکا در اون هنگام به شمار می آمده که نشان میدهد این افسانه میزان نفوذ آلمان ها در ایران رو، که گویا آلمان ها دولت رضا شاه رو کنترل میکردن و به این بهانه دولت‌های شوروی و بریتانیا به ایران لشکر کشیدند، نشان می‌دهد که این افسانه بی‌پایه است. البته در اون هنگام دیگر، هنگام اشغال ایران، دولت ایالات متحده آمریکا هم به جبهه
متفقین پیوسته بوده ولی اعلام جنگ به آلمان نکرده بوده. اعلام جنگ به آلمان پس از بمباران پرل هاربر در هاوایی از سوی ژاپنی ها چند ماه پس از اشغال ایران آغاز شد و بنابراین در اشغال ایران دولت ایالات متحده آمریکا دارای یک گروه ناظر نظامی بوده و سپس گروه نظامی به ایران فرستاده، ولی تمام این شواهدی که من اشاره کردم و کمتر در اسناد تاریخی به اون اشاره شده، جستجوی براستی باید گفت در بدر ایران برای یافتن یک یار سومی است که در آغاز آلمان ها بودن، ببخشید آمریکا بوده و سپس به سوی آلمان ها رفتن و از اونها هم سر خوردن و سرانجام به سوی آمریکایی ها شتافتن. جالب اینجاست که در میانه نزدیکی دولت ایران با آلمان، رضا شاه که خیلی به اهمیت میداده به چهره خارجی ایران و اون برداشتی که خارجی ها از خود او دارند، برافروخته شده که در صدا در رادیوی آلمان شدیداً به او انتقاد شده در همین دوران پیش از اشغال ایران و برافروخته شده نسبت به این موضوع. این رو هم باید بیافزایم که باز بر پایه این اسناد، بر پایه تهدیدی که دولت انگلستان انجام داده بوده، دولت بریتانیا، دولت ایران یک سال پیش از اشغال ایران دستور داده همه کارکنان و شهروندان آلمانی و شوروی از خوزستان خارج بشوند و این نشان می‌دهد که بسیاری از این برداشت‌ها که در نه در تنها در میان ایرانیان و از جمله پژوهشگران ایرانی پذیرفته شده و در دنیا هم از سوی بریتانیا به کرسی نشسته، در مورد این ایران در دست آلمان‌ها بوده و آلمان‌ها حضور آلمان‌ها باعث شده که ایران رو اشغال کنن، افسانه ساختگی دستگاه تبلیغاتی بریتانیاست و ایران سخت علاقمند به نزدیکی با ایالات متحده آمریکا بوده. ممنونم آقای امینی. بفرمایید که در ارتباط با بهانه اصلی متفقین، یعنی حضور آلمان ها در ایران، تعداد کارشناسان آلمانی در زمان رضا شاه در ایران روشن است؟ آیا روشن است اینا چه کارهایی میکردند؟ ببینید، به اینها میگفتن ستون پنجم آلمان. روشن است که در کاری که کشورهای بزرگ جهان در کشوری مانند ایران انجام میدهند، در به ویژه در آستانه جنگ یا در هنگام آغاز جنگ، بسیاری از کارکنانی که در سفارتخانه ها یا در کارهای بازرگانی یا در کارهای صنعتی در کشوری مانند ایران به کار گرفته می شوند، کارکنان رسمی یا غیر رسمی دولت اون کشور هم هستند. یعنی اینها رو می فرستند برای اینکه خبررسانی کنند و نفوذ داشته باشند. آلمانی ها در این زمینه بسیار بسیار منظم بودند. شمار کارکنان آلمانی در ایران هیچگاه بیش از 700 نفر نبوده، شمار کارکنان صنعتی اونها، شاید هم 500 نفر یا بیشتر ماموران محرمانه و مخفی در ایران داشتند. دولت شوروی در جنجال های تبلیغاتی خودش شمار آلمانی ها رو در ایران تا 7000 نفر رقم میزنه و این نشان میدهد که برای بهره برداری های سیاسی و توجیه دخالت نظامی در ایران بوده، در حالی که شمار کارکنان شهروند بریتانیا در ایران دست کم 4 برابر شمار کسانی است که به عنوان شهروندان آلمانی در ایران کار میکردند. و پس از تهدیدهایی هم که از سوی دولت‌های شوروی و بریتانیا میشود، شمار زیادی از آلمانی ها را از ایران بیرون میکنند. در این جای گفتگو نیست که آلمان ها ایران رو به عنوان یک پل پیروزی، آن چیزی که بعدها انگلیس و شوروی و آمریکا در ایران انجام دادند، اون رو به عنوان یک پل پیروزی یا پل نفوذ در جنوب شوروی میدانستند. رقابت بر سر این بوده که پایگاه های نفتی باکو رو آلمان ها ویران خواهند کرد یا در آغاز کار صحبت بوده که بریتانیا قصد ویران کردن این پایگاه های نفتی رو داره برای اینکه شوروی رو به زانو در بیاورد. در این که در آلمان ها در ایران دستگاه بسیار بسیار توانای جاسوسی و فعالیت های محرمانه داشتند و پس از
اشغال ایران همین دستگاه رو حفظ کردن جای گفتگو نیست. باز هم جای گفتگو نیست که شمار زیادی از ایرانیان بلندپایه سمپاتی هایی با آلمان ها داشتن، فرهیختگان، فرهیختگان، جای گفتگو در این نیست. و حتی پس از جنگ هم این گرایش به آلمان ها ادامه پیدا میکنه. اما نکته ای که من در اینجا دارم بیان میکنم در این است که یک کوشش آگاهانه در هیئت حاکمه ایران در میان همان فرهیختگان برای اینکه پای آمریکا رو به ایران باز بکنند و یک موازنه ای به وجود بیاورند در برابر این سه نیروی دیگر در جریان بوده. ولی این شمار آلمان ها در ایران افسانه ساختگی، شمار 7000 8000 نفر آلمانی در ایران، این رو ظاهرا سندی کشف می شود، این سند رو دستگاه اینتلیجنس سرویس بریتانیا ساخته که آلمان ها به اون دست پیدا می کنند و آلمان ها اون رو منتشر می کنند زیر این عنوان که دولت بریتانیا قصد بهره گیری از ایران برای حمله به چاهای نفتی باکو رو داره و این زمینه می شود برای اینکه استالین نیروی نظامی به شمال خراسان و به شمال آذربایجان بفرستد، نیروی نظامی گسترده. واقعیت این است که از این تبلیغات به طور گسترده‌ای همگان بهره می گرفتند. ولی آنچه که اسناد به ما نشان می دهد گواه بر این است که ما با یک گرایش آشکاری از سوی دولت ایران برای باز کردن پای ایالات متحده آمریکا در سپهر اقتصاد ایران، در صنعت هواپیماسازی ایران و کارهای از این دست روبرو بودیم. البته این صنعت هواپیماسازی ایران هم خب صنعت جوانی بوده، صنعتی نبوده به راستی. جالب اینجاست که در همین آستانه آغاز جنگ، یعنی در گیرودار آغاز جنگ، ما مؤسسه‌ای داشتیم، مؤسسه هواپیمایی، تازه در انستیتوی هواپیمایی تازه درست شده بوده، 10 نفر داوطلبان فارغ التحصیل از این مؤسسه، از این حالا دانشکده اسمشو بگذاریم یا غیره، 10 نفر از اونها 3 نفر زن بودند که نخستین گروه کسانی هستند که برای خلبانی تربیت می شدند. یک برداشتی وجود داشته در میان بزرگان ایران در اون هنگام که اگر ایران یک نیروی هوایی نیرومند داشته باشد شاید بتواند در مقابل تهاجم شوروی مقاومت بکند. آمریکایی‌ها این ارزیابی درست رو در اسناد داخلی خودشون انجام دادن که اگر ما 10 برابر این درخواست ایران هم به ایران هواپیما بفروشیم، نه ایران توانایی بهره برداری از این هواپیما را خواهد داشت و نه این هواپیماها در برابر یک حمله احتمالی اتحاد جماهیر شوروی قدرت مقاومت بیش از 1-2 روز رو خواهند داشت. این است که از این کار پشیمان می شود. آقای امینی، در برخی از نوشته ها بعد از جنگ خواندم که جاسوسان آلمانی به خصوص در میان عشایر نفوذ کرده بودند و قصد کودتا علیه رضا شاه وجود داشته. اینا جزو افسانه هاست؟ نخیر نخیر، این آلمان ها در ببینید عشایر ایران مرغ عذاب عروسی در تاریخ ایران بودند. هر کس در ایران نفوذ پیدا می کرده سری هم به عشایر می زد. یعنی برداشت بر این بوده چون در ایران هنوز ارتش منظمی در گذشته وجود نمی داشته، وفاداری ها محدود بوده، از این نیروی عشایری که یک نوع بر روی وفاداری هایی نسبت به سران عشایر داشتن می توان بهره گرفت. مراد هم عشایر لور، عشایر کرد و به ویژه عشایر قشقایی و بختیاری بوده و آلمان ها مانند بریتانیا در میان اونها فعال بودند. البته بریتانیا از دیرباز، از هنگامی که ارتش جنوب رو داشت، لشکر پلیس جنوب رو داشت، در میان عشایر فعال بود، به ویژه پیمانی که بسته بود با بختیاری ها برای امنیت چاهای نفتی در مسجد سلیمان و پیرامون و لوله هایی که از مسجد سلیمان به سوی جنوب کارون میرفت برای تخلیه نفتی، با بختیاری ها نزدیکی زیادی داشت دولت بریتانیا، با سران بختیاری. ولی آلمان ها هم کوشش در این کار داشتن، ولی گروهی که آلمان ها به ویژه روی اونها سرمایه گذاری میخواستن بکنن عشایری بود که در آذربایجان بودن، شاه سبن ها و عشایر دیگر که انگلیسی ها خیلی زود این رو دریافته بودند و آدمی به نام زینر رو
که بعدها در جریان 28 مرداد هم نقش بسیار مهمی داشت و فارسی خیلی خوب میدانست و زبانهای بومی ایران رو باش آشنا بود. او رو به ایران فرستاده بودند و زینه چند سالی در آذربایجان آدم اصلی دولت بریتانیا برای جلوگیری از گسترش نفوذ آلمانها در میان عشایر یا دسته های عشیره‌ای آذربایجان به شمار می آمد. اسمهای دیگری هم از این جاسوسان آلمانی در ایران مشهور شده بود. من الان یادم نیست. حتما شما می دونید. بسیاری از اینها آدم های سرشناسی نبودند. یعنی اونگونه که بعدها افرادی که در کادر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان 28 مرداد و پیش از اون دولت بریتانیا در جریان اشغال ایران آدم ها معروف شده بودند، چهرهای سرشناس آلمانی محدود بود روی هم رفته. و باید گفت که پس از اشغال ایران، یعنی از سوم شهریور به این سوی، دامنه نفوذ آلمان در ایران یک کارزار زیرزمینی شد، در به ویژه در کوشش برای ویران ساختن راهنی که به سوی شوروی میرفت و اون رو میخواستند درش ویرانگری کنند و اون رو هم خیلی زود بریتانیا جلوی اون رو گرفت. یعنی آدم هایی که فرستاده بودند جلوی اون رو میگرفتند. واقعیت این است که آن گونه که ما در عراق شاهدش هستیم، در ایران ما شاهد فراز یک قدرت هوادار آلمان نبودیم. میدونید که در عراق رشید عالی گیلانی کودتا کرد و یک دولت هوادار آلمان ایجاد کرد. یکی از اسنادی که بسیار جالب است، من فراموش کردم اشاره کنم، گزارشی است که یک نه سه گزارشی است که از سفارت ایران به وزارت امور خارجه آمریکا داده شده و اون دغدغه ویژه دولت رضا شاه پس از چیرگی دولت شوروی بر فنلاند. میدونید که فنلاند رو در همون آغاز جنگ شوروی ها گرفتند و این دغدغه، این شرایطی که در ایران ایجاد کرده، کاردار سفارت از ایران گزارش میدهد که یک نوع افسردگی در میان، یک نوع دلهوره در میان بزرگان ایران ایجاد کرده که گام بعدی هم ایرانه، چون دولت شوروی که هم مرز فنلاند بوده رفته و به بهانه اشغال نروژ و هلند از سوی آلمان ها فنلاند رو اشغال کرده و در نتیجه گام پس از اون این است که ایران رو اشغال بکنه. این دغدغه خیلی جدی بوده در میان بزرگان دولت رضا شاه و در گفتگوها و گزارش هایی که بر پایه این گفتگوها با مقام های ایرانی، کاردار سفارت آمریکا در ایران و آدم هایی که بر روی با دولت ایران ارتباط داشتن گزارش میدهند، گواهی بر این است که حتی در جشن سالگرد تولد رضا شاه که داشت جشن بزرگی بوده، همه گفتگوها در این جشن پیرامون اشغال فنلاند هست و پرسشی که خیلی از ایرانی ها از مقامات آمریکایی داشتن که آقای امینی. بله، یک دقیقه مونده که سرنوشت ایران چه خواهد شد. بنابراین اگر من بخواهم مجموعه این گفتگوها رو در یک چند عبارت خلاصه کنم، در این است که این افسانه نادرست است که ایران در اون هنگام در چنبره قدرت آلمان ها بوده. گواهی هایی که ما داریم این است که بیشترین بیم و هراس دولت ایران و شخص رضا شاه از اشغال ایران از سوی شوروی است و به ویژه سقوط فنلاند این رو تشویق کرده و اونها تنها امیدی که می داشتند این بوده که شاید دولت ایالات متحده آمریکا بتواند این نیروی سوم در برابر دولت بریتانیا و دولت شوروی باشد. خیلی سپاسگزارم آقای امینی. فکر میکنم بازم اسنادی داشته باشین. امیدوارم در یک برنامه دیگری. خیلی ممنونم ازتون و همچنین از همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. تا هفته آینده آقای امینی عزیز، سپاسگزاری میکنم از آقای کارگردان آقای امیر. شب روزتون خوش.